خودت باش. من اصلا حوصله‌شو ندارم، اصلا نمیتونم تحمل کنم. تو برای چی بهش اشاره کردی؟ خندیدی؟ خب خندم گرفته بود. خب دارم فرام میکنم دیگه، بایستم بگیرت اونو. ای خدا، گرفتن چشمون آی شده. همه پولا که زیر صندلی منه، همه این پولا این زیر صندلی منه. پولا بده بیرون، بده به پنجره بیرون. انقدر ترسو نباشی نحمقای ابله. چیکار کنی؟ عربی برقصیم برات؟ الان عربی هم برقصیم. شما زنین، دخترین، دانشجوین، استادین، خانه‌دارین، شاغلین، چی هستی شما به سر وقت؟ اصلا منصفانه نیست، من ضربان قلبم بالای صده. ما اگه اینجا سکته بکنیم یه وری بیفتیم فلج بشیم خوشحال میشین شما؟ بنداز بیرون آدمسا. نترسین شما، هیچی تو نمیشه. حجاباتونم درست کنیم، مواتو جمع کن، تو هم همینطور. حالا شد این شکل آدمسا. ممنون اشرف مخلوقات. اشرف مخلوقات توهینم میکنه؟ به پاش بیفته کتکم میزنه. بعیدم نیست امروز خودم شلاقتون میزنم. دست شما درد نکنه. سباشو بریم، را بیافتیم، یالا زودتر. بهتر من نفهمیدم تو چرا به این خندیدی؟ ها؟ با تو این چه کاری بود کردی؟ توضیح بده به باید توضیح بده. یعنی چی؟ تو فقط کردی رئیس بازی؟ تو دیگه شلوغش نکن. شلوغش نکن کدومه؟ من زیر بار این دیکتاتور بازی ها نمیرم. بهتون بگم بسته دیره تو یکی که نمیخواد تو بهت ببینم. آی خب دارین رو میان. زلیل شده لای با قربونه تو را نابودم جنجه. سلام. کجا بودی دیشه؟ طولکی پس من اینجا 100,000 دلار رو میبرم دیگه. 100,000,000 تومن. 100,000 دلار میشه 80 تا. قرار اون 100,000,000 بیشتر باشه مسئله این مشکلی برات پیش نیاد؟ چه مشکلی؟ قرارمون این بود. آره دیگه حسن آقا جون، 1,000,000,000 اولی که گرفتیم که گذاشتیم تو گاو صندوق سر جاشه، 1,000,000,000 دوم گفتیم نفری 100,000,000 برداریم که به کارمون برسیم. تو مؤسسه سراغ پرونده شما رو از من میگرفتن. خب نمیخوای بیشتر توضیح بدی؟ همین
اینجوری سر پا؟ اختیار دارین، خواهش میکنم. بچه هم از ما پذیرایی میکنم. کمی تنقلات، غذا، نوشابه، ماست خیار. این کلید گاف صندوقه. پولا رو بزنید تو گاف صندوق. پس ما سر خودمون رو برمیداریم دیگه. برداریم، بذاریم، هر کاری دلتون میخواد بکنید. مرسی حسن آقا جون. منم یه موزیک خوب میذارم. قد و بالای تو رعنا رو به نازم. فقط خارجی گوش سلام. چی کار داری میکنی با خودت؟ چی رو داری خراب میکنی؟ من مهم نیستم. تا حالا میگفتم آبرو، حالا اینم نمیگم. خودت از چند وقت پیش تا حالا وضعت بهتره؟ فکرت راحت تره؟ خیالت راحت تره؟ سبکتری؟ نمیدونم. چرا بستی باز؟ چه خبره؟ سلام. چیه؟ چی میخواد؟ همه مردم این موقع میرن سر کار، تو اومدی خونه؟ بی کار، بی آر، ول کرد. من نگفتم یک کلید واسه من درست کن، کلیدم گم کردم. حبشی بود، غلام ننت حبشی بود. گفتم که خودم پولشو میدم. دست پول حرف نزن، پولشه میدم. نمیخواد بلخرجی کنی زیور ملوک. حالا میگی من چیکار کنم؟ خستم، سردمه، خوابم میاد. بابا بیا این درو وا کن. هر گورستونی که بودی کفه مرگت هم میذاشتی همونجا. اصلا واسه چی اومدی؟ مگه کسی منتظرته؟ آخه اینو چیکار کنم؟ چمچاره مرگ کن. چیو چیکار کنی؟ سنگینه. چی سنگینه؟ خور شدی باز؟ الکی نمیگم قرآن. ناکن. ناکن. اینا را کجا وردی؟ جون مرگ شده. از همون قبرستونی که الان میخوام برگردم توش. بایستا زیبه، بایستا دختر خر نشو. بایستا زیبه، اتفاقا منم همشین سرها نیستم امو جان، بریخت روزم نگاه نکن. عوضش یه قوچ اوریال واسط زدم، سر بریدم، پوست کندم، گذاشتم رو آتیش. مامان گون پیامم اینجاست.
چاکر عمو جان، خوش آمدید. سر نمیزنی به ما عمو جان؟ عزیز عمو چه خبر؟ هیچی دیگه، میادش امشب. بعد عمو جان برم این آهو رو بخیال شیم. از همه میترسی؟ نه بابا، این رویا دوباره اومده از آهو تعریف کرده. امیرم باز حساس شده دیگه. اگه بفهمه امشب من میدونستم میاد اینجا و بهش نگفتم پوستم رو کرده. بس بگو حتما بیاد عمو جان. البته من میدونم شما آقای زیر دستت داری. نه اینطوری ها نیست. چکرم 2 میلیارد تا اینجا. منهای بیانیه دختر چیه؟ راجبی چی حرف میزنی؟ مامان خان. مامان خان که؟ بابا عموی مامان من، شوهر مردمی زیبا. راجب آهو برگ نشد. عاشقش بودی؟ بودم. پس چرا تو درس کردی؟ خسته شده بود. نه بابا، بیچاره افتاده بود تو تله. آفرین آفرین. میدونیم یه موقعیم عاشقی ولی حالت به خود نمیدی. اما من گرایی اینو داشتم که هر آن چیکار کنم. هلی خب دیگه کشش رو نداشتم. میخواستی بزنی به چاک، دیدی 100,000 دلار اونجا پشت در افتاده، گفتی اینا رو ببرم بار اون سفوره رو سبکتر کنم. بابا اولا تو برنگاه زده به چاک. آبو همه چه یا زندان و طلاق یا فرار با 100,000 دلار، کدوم بهتره؟ زندان. برو برو، آدم چیستن میفهمم. احوال دل سوخته دل سوخته داند. باریکلا ببنم دمت کرد. فریاد دل خاموش بود. آقا خودش خوب میدونه که ما اونو از رودخونه درش آوردیم، بیرون آوردیم، آوردیمش توی خونه. حالا پشو کاری بکن، به رقص و خوشحالی بکن، مانند ما شو، بشین و پاشو، تو که کب که علی بابا اینا خواهی سر شکار شما به عیدو بس همون جان بیاری؟ اکبری اون سر شکار بعدا بیا بینی. اکبری بودو بفرمایید همون جان بفرمایید. ماما چیه این؟ ماشاءالله شکل رویاز شاخ شبیه خودت گوزنه. بارکلا بیتا، به افتخار بیتا خانوم. بعد خودت بیتا تفنگا کجاست؟ تفنگا حرف دلتو به کی میزنی؟ به من یا بیتا؟ فرق میکنه، هر دو. وقتی حرفتو به 2 نفر زدی به همه گفتی؟ نه. تو دوست بیتایی؟ نه. من باید چیکار کنم عمو جان؟ زیبر آهو تو رو هم بهتر دیده نشد. زیبر آهو؟
تو خبر داشتی میخوادی بس من فیلم نیا. باز قاطی کردی؟ ما هم چه قراری نداشتیم. همونجا میخواست همه تیمو ببینه. همین باز چی به من نگفتی؟ ببین اصلا حوصله چرت و پرت نداره. برم ببینم. نگاه کن. بله بله. حالا این من به تو بگم صدای تیر اومد تو بکنم. من که گفتم نه. به به اینجا بود مهمونی شاهانه. همین جوجه ها آدم ها رو میگیرن اعدام میکنن، سر به نیستشون. حال تو هم یک کار کن، من اینجا سکته کنم بیفتم. به 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 به. سلام. چقدر شما ها خوشگل شدیم امشب. رویه جون اینجا کجاست؟ مگه نگفتی مهمونیه؟ خب آره بچه هم دارن یکم تمرین میکنن. چی چی تمرین میکنن؟ تیراندازی. خیلی بسرم چرا همه توفنگ دستشون؟ میشه منم تمرین کنم؟ بله بفرمایید. باز تو دیوونه شدی؟ باز تو زد به سره؟ بریم عمو جان، دوستای من زیبر و آقا. عمو جان از پشتان برای شما متشکرم. خیلی دارم منم همین دارم خوشم. برای خانم بیتا جان استدار میکنم. آخی نگاه کن دستشو نداره مچه زیبر ملوکو ببین. خدا این که سنی نداره. آره بابا تو مایه های خودمونه. پس میخواستی حال انسانی بدی. فامیل هم بهش برگرده بی تو جون زیور زیور زنم این مامانم بوده. اینه تو فامیل فقط با من یکی خوب بوده. چرا اسلحه میده دست آقو؟ دیوونش کرده این رویا. آقو رو برسدی تو قفص شیر بابا جم. اولا به ابر بنگال اینجا نشسته. شما خودتو ناراحت نکن. دو من $100,000 بهش برگردوندم. سوما دست آخر با صد تای دیگه میرم اففشو میزنم. یه عزیزم با دست پر اومدم. میبخشی ها برم. حالا شما بفرمایید تو در بده زیبه همون رو گوه ببین. خدا میخوای برم همین رو سر میز باهاشون سر حلق کنم؟ تنها یه واقعی حرفم. تو چرا همه جا هستی؟ شما شب میری خونه به بچه ها میگی چیکاری؟ مسئول تنظیم وصیت نامه قلابی و انگشت نگاری مرده. شما با من مشکلی دارین؟ نمیشه گفت آره، نمیشه گفت نه. چی میشه گفت؟ به نظر من پرونده شما باید بیشتر کارشناسی بشه. حالا که قراره قسط آخر پرداخت کنی؟ خیلی دیره، قبول دارم. من فکر میکنم شما دارین مؤسسه خودتون رو زیر سوال میبرین. به هیچ وجه. چراش هم نمیدونم. من فقط دارم وظیفه‌مو انجام میدم. دم و دستگاهی که از یه قرارداد 3 میلیاردی دو تا قصه اولش رو پرداخت کرده، حالا سر قصه سوم تصمیم گرفته کارشناسی کنه. به نظر شما به چه درد میخوره؟ تا حالاش که به ضرر شما نبوده. ببین عزیز من، تو دبی منتظر قصه آخرن تا خرید ما رو بار بزنن و بفرستن. من از رئیس پیگیر پرونده شما بودم ولی تا حالا موفق نشدم. پس ایشون در قید حیاتن؟ بله، به نظر میرسه خیلی هم به حیات علاقمندن. پس من میتونم ایشون رو ملاقات کنم؟ مطمئنم برای شما مشکلی نداره. حالا شما چرا انقدر ناراحتین؟ حالا چه عرض کنم؟ چی میگی این کارمند وظیفه شناسی جناب عالی؟ نمیدونم از کجا آب میخوره. روزنامه و وثیقه و این حرفا بعد جوری کلیپ کردن. تا
تو اگه جایی امضا کنی من میتونم پولو بگیرم. پولو بگیریم رفتیم ها. خانم تشریف بیارین اتاق من، اسناد شرکت آفتابم بیارین با خودتون. من چی بکنم؟ چه هر کاری باید بکنی کردی؟ حالا بمونم یا برم؟ برو دوربر صندوق تو. این پرونده شرکت آفتاب، بشین با دقت بخون، اسما رو خوب ببین، به امضاهام خوب توجه کن تا بعدا من تو با هم صحبت بکنیم. در ضمن این پرونده از این اتاق بیرون نره. بله، ولی کاش این فرصت زودتر فراهم میشد. تو به قول چی هستی؟ قانون. چی بشه؟ عدالت اجرا بشه. پس بشین مشغول شو. بله حتما. خانم خود داره بفرم. اینم پرداخت کنیم به خانم. پرداخت جایی امروزت هم برده بیار برده. پیش تو امانت، اگه ازم خبری نشد بده به میثم. ماهی دریا مرغ آسمون همه روزی دارن، میثم هم روزی داره. توی اون زحمت کشیدی، جون کندی، فداکاری کردی، حتی تو ازدواج. حروم نیافت. خداحافظ. هر وقت خواستی برگرد. پیاده شدی. میدونی دلم میخواد به چی بگم؟ نه نمیگم. بچه ننه حرف بدیه. تو نمیتونی بفهمی. همه تو که میتونی یه کاری بکنی بیشتر از این بهت سخت نگذره. به این سختی هم نیست. ببین چه هواییه. جون میده واسه گازیدن تو جاده.
گرفتن. راست میگی سیبا نکنه گرفته باشنشون. وای خاک بسرم، نه تو رو خدا نگو. اومدم. زب تو چرا خاموش میکنی؟ سالی خوش ببینیم چه خبری. اینم آخرش. بجم این هر کولا رو بریزیم تو اون یکی ساک رو بیفتیم بریم. با من خوش بادم جون درست کردم و سالتم درست کردم. ببین واسه ننم که نه اون دستپخت عروسش رو بخوره. واه هستم بجم بین پلیس دنبالمونه. پلیس؟ منظورش اینه که زود باشی. یالا غذای همه رو خودت میپختی؟ دستن ها باورت میشه؟ بابا همایون خان بالاخره یکی دوتا پیش خدمتی وردستی چیزی بوده دیگه. بودن؟ چرا بودن؟ من حالا کاری به این چیزا ندارم. همایون خان خدا بیامرزدش، مرد خوبی. ولی تو بعد اون خورش بادمجون رو با خودت میآوردی. دیدی؟ برای چی؟ برای اینکه باید سه روز یه نفس بریم خوشگل خانم. سه روز؟ بله، تبریز، جلفا، بازرگان. خوبی باریکی بگو، ترکیه دیگه؟ بله، ترکیه. بچه موزیک آوردی؟ چی میگی تو؟ من اصلا نمیفهمم شما چی میگینا؟ پروندمون تو مؤسسه بابا لو رفته. تا اسمامون بیاد بالا دو سه روز بیشتر وقت نداریم همین. وای خدا مرگم بده. آقا باید بریم دیگه. آفرین، باریکلا. بزنیم به چاک. دمت گرم. ببینم تو چیزی لازم نداری بزنیم به چاک. نگاهشون کن تو رو جده واقعا فکر میکنی سلایی که این بچه ها بیشتر از 100 میلیون پول تو دست و بالشون باشه؟ بستشونه. میخوان چی کار؟ من و تو میدونیم با این پول باید چی کار کنیم. البته تو هم که نمیدونی، ولی من یادت میدم. بابا حواسمون بهشون هست، کم آوردن بهشون میرسونی. که این نوبت منه. ترسیدی عزیزم؟ نترس، آخرش قراره چی بشه؟ ماجرا رو عشقه. دارم میان تکلیفتو معلوم کنم. سلام خانم. بله. لطفا گواهی نامه. دستگیرمون میکنن. نه بابا، مأمور راهنماییه. برو دیگه. تا اونا چرا رفتن؟ نمیدونم، لابد ترسیدن. برو باید بخنیم. چرا اینجوری شد؟ نمیدونم، خیلی عجیبه. میدونی خوب ترسیدن دیگه. آره حتما، آدم اینجور وقتا حساس تر میشه. ولی میدونی یارو معلوم بود مأمور راهنمایی ها. من میگم اینا دور میزنن برمیگردن. اگه روز قیامت راست باشه چی کار مایی بکنی تو؟ تو که راجع به خودت قشنگ میدونی میخوای چی کار کنی ها؟
من خیلی حرف دارم، خیلی. با خدا میخوای پولا رو همین الان تقسیم کنیم از هم جدا شیم، یا تو همه پولا رو بدی به من، یا من همه پولا رو بدم به تو؟ هستم باهات دیگه، نمیشه نباشم. اینجوری اونم راحت تره. تا آخرین بازی باهات هستم. بازم گول خوردی؟ دوست داری از یکی از این پیچا که رد میشیم از کجا سر در بیاریم؟ دنبال چی هستی تو؟ تو آخه اینم راست نمیگی، تو خیلی دروغ میگی، به خودت هم دروغ میگی. نمیدونم چرا انقدر از خودت خوشت میاد. از عالم و آدم طلبکاری. چیکار کردی مگه تو؟ چه گلی به سر این عالم زدی؟ فداکاری کردی؟ فدای سرم میخواستی نکنی؟ 100% یه طمعی داشتی. خاموشش کرده بودی؟ آره، ولی بعدش روشنش کرد. ندیدم من. یواش یکی کرده. منتظر خبری؟ رسید؟ بله، بیا خودت ببین. پشت سرت داریم میان؟ پشت سرت داریم میان؟ همیشه فکر میکردم وقتی دارن گوسفند رو سر میبرن چه حالی داره. خیلی دور رزلی اینا فایده نداره عزیزم، خودتو بکشتم. خیر سرش بگذاری. دست و پایی به خودی نزید. روشن کن ماشین رو، روشن کن. این تیکی آخر فراموش کن. به سلام علیکم حاج حسن آقای دوست میز کلاه بردار. درست میکنم بود که جریان این زن ها بیزینس و این حرفا نیست.
همزمان با اینکه اینا پاشون وار شده بود اونجا، جناب رئیس هم سر کلهش پیدا میشه. آخه رئیس که دفتر خصوصی داشت که بیشتر قرارش اونجا میذاشت. منم هر وقت جویای جریان پرونده میشدم پشت گوش مینداخت. دفعه پیشم رسما منو گول زد. منو نشون تو دفترش به بهانه خوندن پرونده، خودش رفت صندوق جای من امضا کرد. زنم یه میلیارد رو برداشت و رفت. معلومه که حسابو برداشت میکرد. گفتم حسابشون سه امضای بود. هر بار یکیشون میومد. اسم رئیستون چی؟ مشرفی. چه مشرفی؟ حسن مشرفی. میشناسیمش؟ سگا نخورنش. خب هم روزی دارن یا آقا. سپردمت به چنگال تقدیر. دروغ میگم. اگه میشه. یعنی دروغ میگم دیگه. اختیار داریم بابا، استدام میکنم. یعنی من و رویا با هم بستیم. اگه ممکنه بدون اجازه آقا. مسخره بازی واسه من در نیار. مسخره بازی تو داری در میاری. داشتم با عشق و محبت و لبخند نگاش میکردم که یه دنیا رو سرم چرخید. رویا به تو خیانت کرد. مسخره اون خنده هاته. ببین جیگر، من فکر میکنم بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که دم به تو بذاری رو کوتو گوتا اینجا گم کنی. بابا بیتایی هم دوست میخندی ها؟ دوست میخندی؟ چرا با تو میخندی؟ تو باسی چی میخندی بخنم؟ برکن میدیم بابا حالم بعده تو باسی چی میخندی؟ بشین آن برکن همین رو ایتیدن حالم بعده باسی چی با تو باید گیریه کنی بخنم؟ برکن بیان که دارم برکن بیان یا نه گورم رو گم کنم؟ آهو و زیبره که در اصل ما آوردیم کف خیابون پولان پیش شما اون وقت من گورم رو گم کنم؟ اون وقت شما چی؟ شما لابد اینجا تشریف دارید نه؟ آره؟ دیوونه شدیم اگه بیتا؟ برا بیرون برگرده علاف خیابونی برا بیرون بلکن بابا بیتا نکن خوب نشونه بگیری که بتونی بزنی چون اگه برگردم تو خیابون دیگه علاف نیستم اون موقع تو میشی هدف من پس بزن تو بعدا نزنم برا بیرون بابا بیتا نزن ایزیم بینیم بابا بلکن نزن جوجه تیغی نکن خشاشونه چرا تحلیل کش میکنی؟ بایر گرازه گرازم گرازم بابا نزه یعنی میزنه میکنه چرا کنه؟ برای کنه؟ برای کنه؟ بده من میگه تو میخندی شما مخصوصا اگه یه تیر بخوره تو مخ منو پخش به در دیوار برد که چقدر باری میشیم بینیم بابا بیتا راست میگه رویا پولا رو برده جون من مبارکش باشه راست میگی ها این که دروغ نمیگه شما هم که جز حرف راست چیزی از دولب مبارکت بیرون نمیاد کسی مثلا دروغو کیه؟ تو امیر آسمون جوز خوشم اومد ازت ای ناغلا عجب حرف یا خیلی جالبه حرف حساب اصلا جواب نداره اینم که میخنده بیاین بینم بیاین رو از اینجا بندازین بیرون بندازینشون بابا امجان شما که خیلی جین این آقا اینو راهنمایی بفرمایید بیرون امیدوارم این دفعه آخری نباشه که مطمئن باش حتماً خدمتتون میرسم حتماً خدمتتون میرسم نکبت آدم تو بیرون من نیافت این دوگی بسی من دیگر بری نکن بیرون بیرون رویا رو واسط میندازم جلوی سگای هار دوست داری؟ های را میمنه که انگلیس بوده با کلینتون میرفته دیسکو بیشین میریم بابا با هسته گوکت میدن امو جان میکنن آسمون جان خوبه آسمون جانیم دیگه تو خیالت راحته ننت سرشو بذار زمین با ماتت افتایی تو تشت هستن معلومه دیگه $200,000 پول لفظم باشه یارو آهو رو بگو یکی صد میلیون زدن تو رای دست پوری یا دست خالی بعد بریم سراغشون آره بابا پول که چرک دسته من از اولم برنامه همین بود نبود
آره میدونم، منم میخواستم این وسط به زیور یه حالی. آره تو بیم. حالا چجوری پیداشون کنی؟ وای وای وای، الان جفتشونم روانی؟ جونه برایی هستیم ما همین. قبول داری؟ چه غلط کنیم؟ پای ما گیره، کاسه گوزا سر ما میشکنه، اونا که دوم به تله نمیدن. آی بسته دیگه. چیشی بسته؟ حرف بگیرنمون؟ بگیرن. آمی بگیرن، اون دیگه چیزی نمیشه. نه نه باید میارن بیرون، منم کش کسی نمیدن. بخورن بخورن، ببینیم چجوری میخوان بخورن. خیلی ساده. چجوری مثلا؟ این دیوونه است. هر جا بری دنبالت میام. من دنبالت اومدم تو این ماجرا. هر جا بری تعقیبت میکنم. میخوام مزخرف نگو. این من بودم که روی سالت خانوادگی تو حساب باز کرده بودم. فکر میکردم پولدار هستین، آدم حسابی هستین. اوه آتیش به جونت بگیره وکیل. وکیل کدوم خریه؟ همون پدر سوخته ای که این انگشت میتو گرفت اونجوری زد روی وصیت‌نامه. چیه لغمه ای خوردی که یه همچین عقربی و بسن داختی؟ آن زیور کجاست؟ بگو اگه خونه است بگو. نیست فرضت عباس، اگه زیور اینجا باشه. اگه باشه خونش بای خودت پیری. بابا جون همین نیستش دیگه، این به من دروغ نمیگه. ولی تو به من دروغ میگی. کجایی؟ یادت باشه کجایی عرقه سوزونی؟ ها؟ قایمش کرده. قایمش کردی. خبر داری ازش؟ قراره بزنه. برادر اینو به خاک زیانشونده. سه ملیار ریخته ناز. بگو به من زنگ بزنه. بابا همه نیستش دیگه. داغ ننگی که پس انداخته ای تو چسبونده رو پیشونی من فقط به خون پاک میشه. اگه گیر قانون بیفته که قصر در رفته، همون گیر من بیفته ها سرشو برات میفرستم. بیا بریم. اومدم. استشیم تو به سرباله بود سر ماجرای وصیت نامه، گفتم پایی کی بسطه؟ وکیله. این دفعه هم کار همون دارید آقای زیور وزود قیب بشه. بگو به من زنگ بزنی. آقای بهرام و وکیل محترم، وای وای بودو بودو. چاره ای نداریم، چقدر تو خیابون رو بگردیم. بریم خونه من. نه ترس من زمینی نیستم، من مریضی هم بگو کنی هیچ کاری با تو ندارم، برای نجات شما اومدم. بفرمایید.
خلوت، دنج، مرتب، منظم. بیا فکرم نکنی گرون تموم شده ها، دیزاینر این کار است. چی خوب بار میزنی؟ کاردون به حالا دیگه وقت استراحت. زحمت تو کشیدی، میشینی اینجا لنگاتو دراز میکنی، فیلمتو نگاه میکنی، موزیکتو گوش میدی، کارات هم انجام میدی، فرش مرش هم نمیخواد که بشه با کفش راحت اومد تو. پس اون صاحب مرده مؤسسه مالی اعتباری اون وقت که میخواد به چرخونه. تلفن عزیز من، تو فقط باید گزارش بخوای، کار دیگه نباید بکنی. یعنی نه انگشتی، نه امضایی، هیچی دیگه. چرا؟ منتها نه من جا. تو این بازار مکار عزیز من هر کسی یه سرمایه ای داره، یکی پول داره، یکی اعتبار، یکی جنس، یکی امضا. قدر خودتو بدون، پولش رفته، کمش مونده برادر من. تو میتونی یه تاجر موفق بشی، فکر کن، بی خودی نه نکن. آقای مشرفی، حسن آقا، خوابی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ مسئول پیگیری پرونده جناب عالی هستم. 3 میلیارد اختلاس، نه با همکاری باند زنانه. واقعا متاسفم. بهتر سرت بندازی زیر هاش حسن آقا. برادرم دنبال شماها رفت رویمی، پدرم هنوز تحت درمانه. هر جرمی یه مجازاتی داره. منم پاش وایسادم، میگم نمیخوام چیزی بشنوم، نه چیزی دارم که بگم. حق داری، با 3 تا دگوری بریزی رو هم، پول بدزدیم، فرار کنی، کتکت بزنن، قالت بذارن، حق داری. احترام خودتو نگه دار. تو احترامی چی رو نگه داشتی؟ ببین آقای مشرفی، هر چه در مورد این زن و ماجرا میگی باید بگی، یک هم و کاس واف به واف. بگوشم اسم سردستشون رویاست. رویا چی؟ مهاجر سوابق. ننه بابا زیر آواره جنگ، حتی 11 سالگی هم خونه فک و فامیل و در بدری و گرفتاری و کلانتری و خلاف و زندان و تیمارستان. وقتی سر همه شما کلا گذاشته؟ نیوردی پولا؟ نه. بخوای تکلیفت رو روشن کنی. خب بگو. تو از من خواستی بیتا رو دور بزنم تا رفاقتم به تو ثابت کنم. من این کار رو کردم، حالا منتظرم تو رفاقت تو ثابت کنی. یعنی اگه با تو کنار نیام پولا رو رو نمی کنی؟ من که به هر حال با تو کنار میام، چاره ای ندارم. از اینجا خوشت میاد؟ آره. اینجا میشه به اسم تو، هر وقت هم که دلتو زد میکوبیمش و با هم شریکی برج میسازیم. هستم. میخوای اینجا بمونی؟ بدم نمیاد. داری میری؟ هر وقت زنگ بزنی میام. محصر سر همین کوچه است.
میدم سند آماده کنم. اینجا چی کار میکنی؟ سنم. کیه این؟ یه موقع زن و شوهر بودیم. همونی که پولاتو برد؟ و همون که با اون 100 میلیون جبران کرد. کدوم 100 میلیون؟ تو اتفاقی اینجا نیومد. آهو من به اون طلاق راضی نبودم. از وقتی هم که اومدی این سایه همه جا دنباله دودم تا حالا. هیچ معلومه چی میخوای شما از ما اینجا؟ یعنی چی؟ زیبا بیا بودو بیا دیگه. میگم بگه چرا وایسادی؟ من نفهمم اینجا چه خبره؟ شوهر این یارو رو از طاق میفته، تو یه از زیر زمین پیدا میشه؟ من قرار نداشتم. تو چرا یه وایسادی اینجوری میکنی؟ چیه؟ چه نقشه کشتی شما باز خاندان؟ اینا همش بازی های اون بیتا خانومه. تو بیتا را کجا میشنسی؟ فکر کردی الکی تو آهو با رویا آشنا شدین؟ ای خدا من چه گیری افتادم از دست شما خاندان؟ چی از جوری من میخوام؟ بعد کردم 100 میلیون کردم تو جیبه؟ چیه امروز همه 100 میلیون 100 میلیون میکنن؟ ببینم تو با این پسر رفیقی؟ بر یعنی شما هم رو اینجوری در به در کردین؟ نه دیگه اون کار عمو جان. عمو جان؟ پوچکندش رو سر میگم. آشنایی تو با زیور و رویا یه نقشه بود. نقشه؟ تو این وسط چی کاره بودی؟ من تو رو بردم این تو این ماجرا. من تو رو بردم. حالم از تو با هم میخوره. همه چی دروغه، همه چی بازیه. دیگه بریدم زیور. این پسر عاشقته بدبخت. اینا ما رو کشوندن تو این ماجرا. این 100 میلیونم از اینا به ما رسیده. دیگه چی میگی تو؟ معقب بزن این بیتا و رویا رو. اینو از حلقومشو میکشیم بیرون. آره عزیزم، این پسر دوست داره. تو ریلاکس باش. من بی خود که بهت نمیگم. اگه اینا اومده باشن سراغ 100 میلیونای ما چی؟ بگو یک قرون، بگو ده شوی، به خود بابا زن نارو نمیکنه. این آقا پیامه. اگه یه آدم با معرفت تو خاندان همایون خان بود، این کپولی بود. چکر، ببین آقا خانو، این امیر واقعا عاشقه. نگاش کن. آخه زنهای در به در و بدبخت تومای خوبی هم دیگه نه؟ من اصولا با شکار میونه ندارم. مسعود تقینیا، عمو جان، وکیل توه؟ بله. رابطون و مشرفی تو بودی؟ ارتباط خاصی نبود. عمو جان دنبال یه اعتباری بود، مشرفی هم قبول نکرد. اون وقت پای شرکت آفتاب باش شد تو مؤسسه مشرفی؟
رویا، آهو، زیور. اینطور به نظر میاد. رابطه رویا و عمو جان کیه؟ آذر نصیری، معروف به بیتا. ازش چه میدونه؟ فرزند ناخلف یک خانواده مرفه و ریاکار، تبعیدی به انگلیس. بعد از مرگ پدرشم به عشق تفنگایی که براش مونده برگشته. 3-4 ساله. سوء سابقه هم داره؟ 1 سال نیم زندان در هومه لندن. جرم؟ تیراندازی به بویفرند خیانتکار. رابطه اون عمو جان چیه؟ مثل اینکه فامیل دورم. کیه این عمو جان؟ بهتر از بیتا بالاتر نری. نصیحت تو به درد من نمیخوره. هر تو پلا نگو جواب بده. مشرفی هم به حرف من گوش نداد. عمو جان فقط یه سایه است. دستت به بالاتر از بیتا و رویا نمیرسه. باور کن. دست تو چطور؟ منم. بیتا واقعا دروغ میگه؟ از دروغ هم بیشتر. بیتا دروغو نیست. هر وقت هرچی لازم باشه هست. خیلی اینطوریه. یهو میشن یکی دیگه. آفری. مثلا کی؟ معلومه دیگه. عزیزم نگاه نکن که چند نفر هستی. ببین تو دلت چند نفر هست. وقتی یکی رو میخوای یعنی یکی هستی. بارکلا اینو خوب گفت. تو هیچی از این یاد نگرفتی؟ تو چه ساده ای؟ چرا بابا یاد گرفتم؟ اه؟ بگو ببینم. به زنا اعتماد نکن. آفرین. حرف مال اینه. تو خیلی راستگویی. تو رو میگی راستگویی؟ نیستم. سر کارم؟ تقریبا. محضر قرار نداری؟ یعنی خنگ خدا واقعا فکر میکنه من الان پا میشم با تو میام برم محضر اینجا رو بکنم به اسم تو؟ پس اینا چیه؟ یعنی چون این پولا دست تو بوده مال توه؟ چقدر رزلی تو. همونقدر که تو کودن رو خرفتی. سهم من چیه؟ همین که زندون نمیری جای گوشه خیابون واسه من کار میکنی به جای خونه اینو اون خوابیدن میتونی اینجا زندگی کنی واسه بسه دیگه. در واسهش باز گذاشتی. اتفاقا منم برای پشت سیا در باز گذاشتم. تو آینه دیدم بچه ها دنبال اون میکنم. چه به موقع؟ همه اینا همه شد.
واسه اینکه خودمونو بهت ثابت کنیم همه کار کردیم، سر همه کلا گذاشتیم. آقا فکر نمیکردم اینقدر جلب باشید. فاتت و درها پیش ما بمون. حالا این هم یه چشمه دیگه. اما جان پیش ما که اصله نمیخوای. خوشت اومد؟ آره خوشم اومد باریکلا. تازه یه نمایش مامانم برات داریم. هر وقت بهت گفتیم رزمی کاریم هی به ما خندیدی. یعنی از عهده یه مرد برمیان؟ نه. همش بده دیره، همش توهین، همش تحقیر. بده دیگه همون جان. تحقیرمون بگیر دیگه. آره؟ داره بیشتر ازتون خوشم میاد. خب نشون بده ببینم چی بلده. همونجا وای سمو جان. برای تماشا بهتر اینجاست. یکی دیگه هم باید اینجا باشه. پولا رو دارن یه کاری میکنن. میگم سگ نداشته باشن. حالا یواش یواش بیاین. بیا بریم امین. من رفتم. خونشون میاد به گردن ما. شما ها چه کلکی تو کارتونه هان؟ شما مأموریت داشتین همه ایمان هم بازیچه کردین. تو پول میخوای اونم پول، برو سهم خودتو بقیه رو بردار. پول؟ پولی که زدی تو خونه این؟ ترسیدی؟ چرا این کارو کردی؟ فرار میکنیم پسر، فرار. از مز رد میشیم به همین راحتی. آقا چی؟ بودو! بودو! همین بیا بریم! بکر! پول نیمانه! بریم بریم من میارم. Thank you.
مرکز مهدی. مرکز زحمت بکشین با توجهی که قدر رخ داده از قاضی ویژه قدر کسب دستور بشه سریع عوامل تشتبیت سر صحنه قدر حاضر شن. بابا حرف نزن، نمیخوام صدا تو بشنوم، نمیخوام صدا تو بشنوم. دلم نمیکنه تو بشنوی صداشو. توف به گور پدر هرچی آدم خیره گن زدم به زندگی هممون رفت. چجوری جرأت کردن؟ بابا اینا دیوانن، مریضن، سابقه تیمارستان دارن. ما چرا رفتیم سر کار؟ تو که هنوزم ول نمیکنی، داری میری دنبالشون. آهو رو چیکار کنن؟ خواهش میکنم پای اونو دیگه وسط نکش. پای اون وسط هست، سهامدار اون شرکته، یه پای این اختلاسه. وای وای چه بلایی بود من سر این دختر. زیور دایی بمیرم، جگرم واسش کباب شد. پیام، ما باید این پولا رو برگردونیم. آره، رویا و بیتا پولا رو دادن به تو، تو هم واس خاطر آهو بردی پولا رو پسه. یعنی من الانم دارم دروغ میگم؟ خودت فکر میکنی داری راست میگی؟ من برمیگردم. همین جایی قرار داری؟ اینجا قرار ندارم. من مطمئنم یعنی اینجا. اتفاقا تا نیومدم میخوام برم. نه ترس بچه جون. میترسم، میترسم. آره با شما به کی گرم بود؟ تایی تش عمو جان بیتا و رویا اونو کشتن، میفهمی یعنی چی؟ نه بابا تو هم یه چیزی حالیته. باره بینیم بابا. پیام، هیچ راه فراری باقی نمونده. بهتر چپمون پر باشه، پی هر کاری باشی باید پول خرج کنی. بی خیال. باور کن الان دلم خواست جای تو آهو اینجا بود. کمک حالم باش. پولام که برگرده کنترلم میشه صفر. صفر. برو.
بذاره 700 قابل نداره. چرزون حالا نمیشه سر 97000 تومان بدین؟ اگه پول تو سالم باشه واسه این دعا میکنم. دمت گرم. حالا ما به دعا که خیلی احتیاج داریم. سالمه؟ دست شما در نکنه. مرسی. شهر بپا میکنم. قضا آوردی؟ بابون، پشته چطوری؟ بدبخت آهو بارو بینیم بابا پولاس؟ آره آی چته؟ میترسم ازت چیکار کردی مگه؟ آه؟ آبوده کنی کردی که میدردی دیگه آه حتما این چیزی جوری کنه بابایه تو عزاداری ها ده چا خشمی داد بعد یواشکی نوزول هم میخواد اون وقت مامانم ایوه خوهر پول ربا آتیش میزنه به خونه زندگی آدم سینویز خانم علوی رو جیری از اینجا تا اینجا تا اینجا تا اینجا طلا خلی لجم میگیره از این ریاکاری و تظاهر و دروغ تو از دروغ لجت میگیره؟ تو به من دروغ نگفتی؟ چون عمو جان باید مجازات میشد چرا؟ چون اون هر کسی که قول و قرارشو میشکند میکشت خب ما هم باشه همین کار کردیم پس اگه میترسی یعنی یه ریگی تو کفشته اینجوری نیستی در نیستی دیگه ببین با کی داری حرف میزنی تو خودت اینجوری هستی ببین داری میری رو نروا ما تا حالا بین شما فتنه کاشتیم جواب بده دیگه عمو جان داشت ما رو از هم جدا میکرد چرا نمیفهمی اون مردی که یه عقربی بود که با آتیش خودش هم سوخت حالا ما هم همه باید به همون آتیش بسوزیم این یه چیزی میخواد اینطوری ناله شده آره؟ چی میخوای؟ چشه؟ برای زیور جیگرش کبابه نمیفهمی آخه حالا من زیور از کجا بیارم واسه بی تو دست میدم داری وقت تلف میکنی؟ بگو ماجرا چی؟ ببین گوگوری باشه سهم به تو فردارو بره تهران کسی هم کاری به کارت نداره تو رو خدا اینجا آبخوره واسه ما نریز بعد تو خودت میخوای چی کار بکنی؟ من؟ ما؟ ماییم و یه ماشین دوتا کلاش دست تا شد یه ساک پول جاده مرز رد شدیم شدیم نشدیم نشدیم شما هم اگه بخوایی میتونیم با ما بیان وگرنه ما رو به خیر و شما رو به سلامت خدافزی در کار نیست اینقدر اون اختلاس گره خورده به هم سرنوشت همه ما رو بسته به هم شما یه گندی بالا آوردین که دیگه هیچ راه فراری باقی نذاشتین
کارا نیستین هی داریم مسخره بازی در میاریم. دخوا به تو هم والا حرف حسابتون چیه؟ من خسته شدم، همش دلچوره همش استراب، اصلا حاضرم برم الان هممونو لو بدم بیافتیم زندان این ماجرا خلاص شیم. تو به پاشنه گیوت خندیدی. درست صحبت کن با من بیتا. بابا بریده نمیفهمین؟ خودت چی؟ نمیتونم خودم از فکر آقا خلاص کنم. بس بگو مشکلت فنیه داداش من. یعنی میگه پولا رو برگردونیم دیگه؟ آره پولا رو برگردونیم، مگه چاره دیگه هم داریم؟ شما میدونیم با کشتن عموجان هر جا بریم میان دنبالمون، این پرونده بسته بشو نیست. بس تسلیم شیم دیگه. جرم تو چیه؟ قتل؟ مجازات قتل دیگه است. با اون خانواده کوفتی هم که من از تو سراغ دارم هر جور شده رضایت اولیادمو میگیرن. به خاطر زیور و آهو؟ آره به خاطر زیور و آهو. باشه پیام پاشه بره تهران با ساک پولا دنبال کار زیور و آهو، امیرم پیش ما بمونه. خیلی جالبی ولی قبول دارم. پیام پولا رو برمیداری میری تهران، حرفه رو پیدا میکنی، کارا رو میندازی تا ما میچرخیم ببینیم چی میشه. باشه من حاضرم. حالا شاید تا صبح بیدایی بهتری به سرمون زد. بیتا مسخره بازی در نیار. آجام 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 داری کفر منو بالا میاری ها. آی تو فیتیلتو بکش فایی دارو خدا. برو خود ببین. وای همه این بنامه رو تو داری سر من میادی؟ میگه انزادم به زندگیمون رفت. بابا دیوونن اینا، ده لفه دونه خودکشی کردن. حالا چی کار کنیم؟ باشه بیا بریم بی سر صدا تسلیم شیم، میکشنمونا. چه اصافت های عوضی آشخار امیر باشیم وسط مهمون اومده، یه پادگان پلیس ریخته اینجا. کی دعوتشون کرده؟ آدم فروش بدبخت. دلم میخواد همچین بزنم تو چونت که پانشی لاش کنه. خلاص میکنی کار خودتونه. دست تو بکش احمد. بیا بی سخته دو بریم بعد بیا بیداره چی میکنی؟ ببریم. آره برو جایزه تو بگیر. آشخار تو بردکو. بارو بچه ننه. خفه شو. تو حال خفه شو. بری گوشی بیرون. هرچی دندمای آخر تو فکرم میدونستم با چی کار.
تیراندازی نکنه. تیراندازی نکنید. بیاییم بیرون. خیلی خوب. حالا اصلاحتون رو بزنی زمین.